کار زیاد داریم برای این اسنپ شات، پس بیایید سریع بریم سراغش. چجوری میتونید بهشون دسترسی داشته باشید؟ وقتی میایید و حالا اون اسنپ شات رو دانلود میکنید، وقتی خواستید دیدون جهان جدید بسازید، بعد بیاید تو قسمت اکسپریمنت و اینجا باندلز رو داشتیم، شامل تغییرات میشه، آنش کنید. ماینکرافت ایمپروومنتس رو داریم که اونم باید آن کنید، ردستون اکسپریمنتس رو داریم که اونم باید آن کنید، و این مورد آخر که برای ویلجر ترید بود تغییر خاصی نکرده، این رو بذارید به حال خودش باقی بمونه. وارد دنیایی که من ساختم میشیم و برای اولین مورد میریم سراغ ماینکارت هایی که اینجا میبینید چه اتفاقی براشون افتاده. کلا موجانگ تصمیم گرفته که بیاد و ماینکارت رو به عنوان وسیله نقلیه‌ای که خیلی از پلیرها ممکنه توی پلی استایلشون ازش استفاده کنن مهمتر جلوه بده، و به این شکل اومده و یک کمی روی نحوه حرکت کردن، سرعتش، نمیدونم هر چیزی که مرتبط باش میشه کار کرده. و همینطور که دارید میبینید به نسبت گذشته، حالا طبق تلاشی که خودشون کردن، یک کمی نحوه حرکت کردن ماینکارت روان‌تر شده و دیگه حالا مثل اون قبل نیست. اینجا من یه دونه ماینکارت دیگه هم داشتم که مثل اینکه موتورش خوابیده، بذارید یه لحظه راش بندازم سریع با استفاده از کل. و همینطور که میبینید این یکی هم اگر شروع به کار کنه، الان من چند تا ماینکارت مختلف دارم که اینجا دارم برای خودشون حرکت میکنن و هر کدوم حالا توی مسیرهای مختلف و با قدرت‌ها و سرعت‌های مختلف. اما تمام تغییرات مربوط به همین نوع حرکت کردن نمیشه، یه سری انیمیشن جدید و ریز هم داریم که من میتونم اینجا بهتون نشونشون بدم. اگر ما یه دونه ماینکارتی داشته باشیم که یه رمپی رو طی میکنه و بعد از بالای اون به پایین پرتاب میشه، اتفاقی که براش میفته چیه؟ یه انیمیشن سقوط داره و جلوی ماینکارت همونطوری که دیدید رو به پایین میره، دقیقا عین فیزیک واقعی و حالا چیزی که ما داریم تو ماینکرافت میبینیم که عجیبه، خیلی عجیبه، ولی خب یه همچین انیمیشن ریز رو اضافه کردن که خیلی بامزه است و من دوستش داشتم. یه بار دیگه دقت کنید، دقیقا سقوط میکنه و ببینید چجوری میفتن رو هم دیگه. آره، این یکی هم جا باز کرد و رفت اون وسط. در مورد این که جا باز کنن و کنار هم دیگه قرار بگیرن، یک سری آپدیتی داریم که اینجا میتونم بهتون نشون بدم. اگر من بیام و داخل اینجا سه تا ماین کارت رو بردارم، قبلا دیدن این صحنه یکم عجیب غریب بود، اما خب سه تا ماین کارت کنار هم دیگه روی سه تا ریل قرار گرفتن بدون هیچ مشکلی، لرزشی، تکون خوردنی، به هم ریختنی، و این اتفاق جدیدیه که باز هم مربوط به این اسنپ شات میشه. و نکته دیگه اینجاست که دیگه مثل قبل نمیتونیم بیایم و ماین کارت ها رو استفاده از دیسپنسر یا به صورت دستی روی هم دیگه سوار کنیم و همونطور که میبینید پرتاب میشه بیرون. اگرم من بیام و این ریل رو بگیرم، آیا میتونم بذارمش؟ الان بعید به نظر میرسه و سایش داره تغییری نمیکنه. بذارید من یه لحظه سوروایول کنم. شد آیا؟ نه، همونطور که میبینید نشد و نمیتونم اون ماینکارت ها کجا رفت. اما چجوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ اگر من بیام اینجا گیم بودم رو عوض کنم، این باتم رو بردارم بذارم اینجا و بعد این دکمه رو بزنم، همونطور که میبینید این سری میاد اینجا، دوباره بزنم سری میاد روش، سایه زیرش رو دقت کنید دوباره تیره تر میشه و من این شکلی میتونم ماینکارت ها رو روی هم دیگه استک کنم. این قضیه برای یه سری از حالا گلیچ ها و کارهای مختلف کاربرد داشت که نمیدونم از این به بعد شاید باید این شکلی انجام بشه، اما خب حالت ساده تر هم طبیعتا داره که میشه زمانی که شما بتونید این شکلی بذاریدش و مثلا بیفته پای یا زیرش رو بردارید و بیفتن روی هم دیگه. حالا از تمام اینها که بگذریم، میرسیم به یه همچین چیزی. اگر شما بیاید و یه دونه لوپ درست کنید، ماینکارتتون شروع میکنه به حرکت کردن، و اگر من بیام و این دکمه رو بزنم، ماینکارتم وارد این مسیر میشه، پرتاب میشه و میره داخل آب. اما خب چرا من اصلا همچین چیزی رو ساختم؟ چون ما یه دونه کامند جدید داخل این اسنپ شات داریم که مربوط به سرعت ماینکارت ها میشه. دوتا کامند بلاکی که پشت سر من میبینید این گیم رول رو داره نشون میده که هستش ماینکارت ماکس اسپید. تو حالت عادی ماکس اسپیدی که داخل بازی میبینیم 8، اما شما میتونید تا 1000 بالا ببریدش. و من اگر بیام و این دکمه رو بزنم، همونطور که میبینید همه چیز به هم میریزه، اصلا یه شکل و شمایل عجیبی به خودش میگیره و عجیب غریبه. حالا اگر من بیام و این رو شلیکش کنم تا کجا پیش میره؟ فکر میکردم خیلی بیشتر بره، اما خب همین الان هم مردم دارن سازه هایی میسازن که بتونن ماینکارتشون رو خیلی بیشتر پرتاب کنن. اما یه نکته وجود داره، حالا اگر من بیام و سوار این ماینکارت بشم، چیزی که میبینم اینه، یعنی مثل قدیم اگر وارد گوشه های مختلفش بشیم دوربین نمیچرخه، اما خب من بیام و سرعت رو آرومتر کنم یا حالت عادی داشته باشه، اینم بذارم اینجا و اینم برگردونم تکون بخوره. خب حالا ما یه دونه ستینگی داریم که اگر بیایم توی اکسسیبیلیتی settings اسکرول کنیم به سمت پایین، میبینیدش اینجا که کجاست؟
آره من گمش کردم یه لحظه. روتیت وید ماین کارت اینجا آفه، اگر آنش کنم و دوباره برگردم داخل بازی. حالا برخلاف انتظار اتفاقی که میفته اینه که هر بار که ماین کارت به چرخه زاویه دوربین هم عوض میشه و همونطور که دوست کریپرمون داشت نگاه میکرد، این یه چیز جدید و جالبه. حالا اگر من بیام با سرعت 1000 تستش کنم چی میشه؟ او نه 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 نخواستم. اوکی اوکی، برمیگردیم به همون سرعت عادیمون. و این تمام تغییراتی بود که در مورد ماینکارت ها داشتیم، به اضافه اینکه راحت تر از این به بعد میشه ماب ها رو برداشت و داخل یه دونه ماینکارت گذاشت. همونطور که میبینید دیگه مثل قبل دردسر نداره، که البته اصلا قرار نبود درش داره، نمیدونم چرا اونجا گذاشتم، ولی آره این قضیه هم ساده تر شده و این میشه تمام اتفاقاتی که مرتبط با ماینکارت بود. اما خب همونطوری که دیدید ما برای ردستون هم یه سری تغییرات داشتیم که اولیش رو دارید همینجا میبینید. اصلا این شکل جدید ردستون تورچه و متفاوت شده، یعنی اگر من الان بیام و یه دونه تورچ عادی رو بردارم و بذارم کنارش احتمالاً بیشتر متوجه میشید که چقدر تغییر کرده، یادتون هست دیگه. حالا و بله همونطور که میبینید واقعا ماینکرافت تورچ ها عوض شدن، خوشگل‌تر شدن، جالب‌تر شدن و الان بیشتر نشون میدن که چیزی از دنیای نمیدونم کدنویسی و کامپیوتری ماینکرافتن. و این رو داریم. حالا چه اتفاقی داره برای دنیای ماینکرافت میفته؟ نحوه ارتباط و فرستادن سیگنال در ردستون ها داره تغییر میکنه. الان اگر ما توی نسخه های قبلی بودیم، خب من اگر این دکمه رو میزدم هم این پیستون کار میکرد هم این پیستون، اما اگر من این کار انجام بدم این پیستون دیگه کار نمیکنه. چرا؟ چون جریانه اون حالا برق هر چیزی که اسمش رو میذاریم از کنارش داره رد میشه و فقط بلوک هایی تاثیر میگیرن که مستقیما جریان ردستون واردشون شده باشه. یعنی اگر من الان این رو ببندم میاد پایین، میره بالا، میاد پایین، و خب اگر من بخوام این رو را بندازم باید بیام و یه همچین چیزی بکشم بهش. و حالا اگر بیام تستش کنم همونطور که میبینید جفتشون میرن بالا و میان پایین. این میتونه خیلی از سازه های ردستونی رو تغییر بده و تقریبا هر سازه‌ای که تا الان ساخته بودید شاید دچار تغییرات بشه و خیلی چیزها رو باید از اول ساخت، یعنی و کلی از کانسپت های بازی به هم میریزه. منتها تغییر خوب و جالبیه و دستتون رو بازتر میذاره برای بیلد های آینده. یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خب خود موجانگ داره این اسنپ شات ها رو میده برای اینکه فیدبک بگیره از مخاطب ها و ببینه که واقعا تغییرات رو دوست دارن، به دردشون میخوره یا نه، باید یه سری تغییرات دیگه هم داخلش اعمال کنن. اما این تمام تغییرات نیست، بیاید بریم اینور. و قبلش یادتون نره که دوستتون دارم، ویدیو رو لایک کنید اگر دارید برای اولین بار ویدیوهای منو میبینید، که ساب یادتون نره، و اگر یه کامنت انگلیسی بذارید، ساده ترین چیزها مثلا good, thank you, I'm not robot، خیلی خوب میشه. چون همونطور که موجانگ دنبال فیدبکه، مثل اینکه یوتیوب هم دنبال فیدبکه برای کلا تمام کانتنت کریئتورها و کامنت براش مهمه. خیلی از کانال ها این رو گفتن به کاربرهاشون یا مخاطبهاشون که لطفاً کامنت انگلیسی بذارید اگر شما این کارو برای من انجام بدید، که ممنونتون میشم، دمتون گرم. بریم اینور. و در ادامه تغییرات ردستون یه سری چیزهای دیگه هم داریم. از این به بعد سیگنالی که نزدیکتر از سورس و وارد یک بلاک میشه اون حساب میشه. یعنی الان ببینید الان دکمه اینجاست، میزنم و این پیستونه که باز میشه، همینطوری که میبینید اگر من بیام و این جریان رو ببرم سمت راست، پیستون سمت راسته که کار میکنه. و حالا شاید بپرسید خب اگر وسط باشه چه اتفاقی میفته؟ کاملا رندوم پیش میره، چپ، الان راست، راست، بعد چپ دوباره. و همینطور که میبینید این تغییر رو هم داریم که خب جالبه، بامزه است، خیلی تغییر عجیبیه. اما میریم سراغ باندلی که خیلی وقت دنبالشیم، یعنی اصلا من یادم نمیاد اولین بار کی معرفی شد. فکر کنم 3-4 سالی میگذره باندل معرفی شده و هنوز به بازی اضافه نشده. الانم معلوم نیست که اضافه میشه، فقط یه سری تغییرات داشته که میخوام بهتون بگم تغییراتش چیا بوده. اولی مربوط میشه به نحوه ساختش که خیلی ساده تر شده و دیگه رابیت های دو اینا نمیخواد. یه دونه لدر، یه دونه استرینگ، شما یه دونه باندل دارید. اما خب چجوری این باندل کار میکنه؟ حالا من یه چستی دارم پر از آیتم های مختلف که اینا رو همه رو میریزم داخل اینونتوری و میام اینجا. من یه باندل دارم و این هم آیتم، چی کار میتونم بکنم؟ بیام و یک سری از این آیتم ها رو بریزم داخل باندلم. الان برای مثال من میتونم بیام و 64 تا پریزمارین رو بذارم داخلش و همونطور که میبینید فول میشه. نحوه نمایش این قضیه تغییر کرده و همینطور که میبینید من میتونم مستقیما از داخل باندل آیتم ها
هایی که میخوام رو در بیارم. من تا الان این کارو انجام نمیدم و به سادگی با برداشتنش و کلیک راست کردن تخلیهش میکنم و میخوام بیام و چیزهای مختلف داخلش بذارم و همینطور که میبینید هی پر میشه، هی اون عددش میره بالاتر و اگر من بیام و مثلا یک تعدادی رو بذارم و فول شه، طبیعتاً مابقیش دستم میمونه، برام داره به من اعلام میکنه که این فوله. خب من میتونم بیام و باندل رو بگیرم دستم و بعد با استفاده از کلیک ای یا زدن دکمه ای از روی کیبورد، نه زدن ای نیست، کلیک راست، تمام آیتم های داخلش رو بریزم روی زمین. بعد دوباره میتونم بیام پرش کنم با استفاده از آیتم هایی که داشتم و حالا چجوری میتونم دوباره خالیش کنم. الان شما دارید میبینید آیتم هایی که داخل باندل هستن دو تان، یکی 48 یکی 64 تا. من میخوام یکی 16 تا. من میخوام 16 تا یار در بیارم، کافی موسم رو بیارم روی باندل و قرقره موس یا همون اسکرول موس رو بچرخونم و همونطور که میبینید میتونم روی آیتم هاش برم. من اسکافولدینگ ها رو میخوام. پس اگر به خود باندلم دقت کنید میبینید تغییر میکنه نحوه نمایشش. یک کیسه ایه که باز شده و آیتم از داخلش اومده بیرون. خیلی چیز جالبیه. من میام و اسکافولدینگ رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، میاد دستم، میذارمش بیرون. حالا اگر پر باشه از آیتم های مختلف چقدرش رو نمایش میده؟ خیلی تعداد کمی رو نمایش میده و متاسفانه کامل نیست و نمیره صفحه بعدی، که خیلی عجیبه برای من. اگر من بیام و مثلا یه چند تای دیگه هم اضافه کنم بهش، الان متوجه میشید که داره به من میگه 52 تا آیتم دیگه اینجا هست ولی اجازه نمیده نشونش بدم. من کابلستونمو میخوام، برمیدارم میذارم بیرون، اسکافولدینگمو میخوام، برمیدارم میذارم بیرون، انویلم رو میخوام، برمیدارم میذارم بیرون و همین شکلی میتونم کل باندلم رو خالی کنم اگر بیام و این کارو انجام بدم. یا میتونم برش دارم بیام و کلیک راست کنم روی خونه های خالی اینونتوری و همونطوری که میبینید خالی میشه. میتونم بیام باندلم رو بردارم و روی اون چیزهایی که میخوام کلیک چپ کنم، اگر اشتباه نکنم آره کلیک چپ کنم و اینطوری اونا رو همه رو برمیدارم و حالا باندل من پره. میتونم بیام و دوباره شروع کنم به خالی کردنش اینجا با استفاده از کلیک کردن، البته اگر درست این کار رو انجام بدم، و الان همینطور که میبینید پره. یا میتونم بیام و آیتم ها رو درگ اند دراپ کنم، یعنی میتونم برشون دارم و بذارمشون داخل باندل. باندل داره تکمیل تر میشه و موجانگ واقعا داره روش کار میکنه و الان به جایی رسیده که من بگم خب این اوکیه برای اینکه من بتونم داخل لتس پلی هم ازش استفاده کنم و این خیلی خوبه، خیلی کاربردیه. اگرم کلیک راست کنم که کلش میریزه بیرون، میتونم برش دارم و طبیعتا هاپر میتونه گزینه خوبی باشه برای اینکه شما باندل و تمام آیتم هایی که داخلش هست رو بتونید نگه دارید و این شکلی، یعنی اصلا خالی کنید اینونتوریتون رو. من تمام اینا رو برگردونم داخل چست و بریم سراغ مسئله بعدی که برمیگرده به بنرها. من اگر بیام و برم سراغ بنر پترن ها، همونطور که میبینید تو ویدیوی قبلی هم گفته بودم الان دیگه شما میتونید طرح اون بنر پترن رو روش ببینید. داخل جاوا هم هستیم و این قضیه به جاوا اضافه شده، اما یه نکته‌ای وجود داره. دوتا از بنر پترن ها، این دوتایی که میبینید رو قبلا میتونستید به حالت پیش‌فرض داخل لوم داشته باشید و بسازیدش، اما خب اینا دیگه الان اضافه شدن و به صورت یه دونه بنر پترن. حالا اگر من بیام و این رنگ ها رو هم بردارم بهتون بگم که دقیقاً کدوم ها منظورمه. یکی این طرحه و اون یکی این طرح آجوری مانند. از این به بعد برای این دوتا هم باید بنر پترن پیدا کنید و خب این تغییر ظاهری هم که داشته حتی زمانی که شما روی آیتم فریم نشونش میدید و این خیلی خوشگله، چیزی که به نظر من نیاز داشتیم و تشخیص دادنشون کار سختی بود. حالا اگر بیایم اینجا در مورد اسمتینگ تمپلیت ها میتونم یه نکته بهتون بگم و اون همینه که حالا دیگه اسمشون تغییر کرده، به جز این یه دونهشون حذف کنم هنوز اسمتینگ تمپلیت خورده، اما مابقیشون اسامیشون و نحوه نمایشش و اینکه چه چیزهایی نیاز دارید اگر دقت کنید نوشته که ingredients، ingots و crystals و بهتون میگه که چه چیزهایی نیازه برای اینکه بتونید ازش استفاده کنید. این هم یه تغییری که در رابطه با این آیتم داشتیم. دوتا از مابهای ما، یکی بی که هوش مصنوعیش به شدت بهتر شده و دیگه مثل قبل اسکل نیست و رفتارهای عجیب و غریب نداره، و یکی هم بدها تغییر داشتن، که تغییر بدها اینه که از این به بعد اگر وارد یه غاری بشید که نزدیک سطح زمینه اما به اندازه کافی تاریکه، شما ممکنه که این بدها یا همون خفاش ها رو داخلش ببینید و دیگه نیازی نیست که حتما از یه حدی برید وارد زمین بشید و عمق داشته باشید. و اینم دو تا تغییر مرتبط با این دو تا ماب که برای بی خیلی زیاده، اما خب دیگه تعریف نمی کنم چه اتفاقاتی برای زنبور افتاده، خیلی دیگه تخصصی میشه. من اینجا یه سگ دارم و رژیم سگ ها تغییر کرده و حالا میتونن غذاهای دریایی بخورن که من برمیدارم و میذارم اینجا به اضافه سوپ یا خوراک خرگوش، که خب این چیز عجیبی بود الان من برمیدارم و اگر من بیام مثلا داخل سروایوول من میتونم بهش، چرا الان البته چون دمیج نخورده فکر کنم نمیخوره، بذارید من یه سری سگ عادی تست کنم. 3 hours later.
later. خلاصه میتونید این قضا رو بهش بدید. من الان نمیدونم چه کجای کارم ایراد داره که داره این اتفاق میفته و واقعا واسم عجیبه. منتها آره این رو داریم، هنوزم نمیخوری دیگه. نه واقعا چقدر عجیب. و آره حالا میتونید این غذاها رو بهش بدید که خب اتفاق جالبیه. حداقل زمانی که ماهی گرفتیدم میتونید به سگتون بدید و حالا جونش یا هر چیزی که هست رو پرتر کنید. و میریم سراغ چند تا مابی که من اینجا دارم. دلفین، اسکوید، گلو اسکوید و سالمون. اتفاقی که داره براشون میفته چی؟ اگر من بیام اینجا و یه دونه دلفین رو بذارم روی زمین، بچه دلفین میتونیم داشته باشیم. بچه دلفین ها ظاهر متفاوتی ندارن یا چیزی در موردشون متفاوت نیست، فقط ابعادشون کوچیک‌تره. و این قضیه فقط شامل بچه دلفین ها نمیشه. ما از این به بعد بچه اسکوید یا هشپا داریم که خیلی گوگولیه، بچه گلو اسکوید هم داریم، به درد نخورترین مابی که کاربرها بهش رأی دادن حالا میتونه بچه داشته باشه داخل ماینکرافت. چی از این زیباتر؟ و اما چه نکته‌ای در مورد سالمون وجود داره؟ اینکه از این بابت ابعاد مختلفی ازش میبینیم. کوچیک داره، متوسط داره و گنده داره که الان فکر کنم یه سریش رو دارید داخل این تصویر میبینید. و این هم کلی بچه و نمیدونم سایزهای مختلف ماب ها که این هم اضافه شده دیگه. اوکی، کارمندای موجاینگ دارن کار میکنن و ازشون راضی هم به شخصه. اما چه نکته ای در رابطه با زامبی ها وجود داره که من اسپانگش رو اینجا گذاشتم. از این به بعد این احتمال وجود داره که اگر زامبی دمج ببینه دوستاش رو دعوت کنه برای اینکه بیان کمکش. و این شامل تمام انواع مختلف زامبی ها میشه. میخواد ویلجر زامبی باشه، میخواد هاسک باشه، میخواد زامبی فایت پیگلین باشه، هر چیز مختلفی که وجود داره ممکنه که این اتفاق بیفته و توی فایت یهو ببینید که چند تا زامبی از یک زامبی که آسیب دیده اسپان بشه، که خب فایت های بازی رو سخت‌تر میکنه. و در نهایت میرسیم به یه تنظیمات جالب که کمک میکنه به افرادی که میخوان ماینکرافت براشون بهینه‌تر اجرا بشه و اون هم ردیوس اف پی اس که به بخش ویدیو سیتینگز اضافه شده. و کاری که میده اینه که دو تا حالت داره، یک زمانی که AFK هستید و یا زمانی که بازی رو مینیمایز کردید FPS بازی رو کاهش میده برای اینکه فشار کمتری به کامپیوترتون وارد شه. و شما میتونید این دو تا رو یکیش رو انتخاب کنید. برای مثال تو حالت AFK اگر تکون نخورید به مدت یک دقیقه FPS بازی یا تعداد فریم هایی که یک بازی در ثانیه داره، حالا بستگی به خیلی موارد مختلف داره فکر کنم، بدونید اگر من همجوری AFK بمونم بعد از یک دقیقه از 60 که خودم ست کردم میرسه به 30 و این باعث میشه که کامپیوترم فشار کمتری بیاد. اینم تمام تغییرات. حالا یه سری تغییرات دیگه بوده که من اونا رو دیگه بهتون نگفتم، زیاد مهم نیستن و تاثیرگذار نبودن. اما نظراتتون رو تو قسمت کامنت ها بهم بگید در رابطه با ماینکارت ردستون و لایک و کامنت و سابم بیارتون نره. دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی. خدافظ.